بعد ذریح 14 معصوم که 13 تاشون تو عراق و عربستانن با چه میدونم شاید سوریه، تو ایران ساخته میشه با پول کی؟ ذریح جدید حرم مطهر امامین عسکریین علیهم السلام به زودی به سامرا منتقل می شود. این ذریح پس از حمله تروریست ها به بارگاه ملکوتی امام هادی و امام حسن عسکری علیهم السلام در مدت 4 سال به دست هنرمندان ایرانی در قم ساخته شده است. علاوه بر ذریح 4 صندوق خاتمکاری، 4 در طلایی و 12 در میناکاری شده و 1000 متر مربع فرش حاصل هنر ایرانیان عاشق اهل بیت آماده انتقال به سامر است. 4 در طلایی، 12 در میناکاری شده، 1000 متر مربع فرش. گنبد حرمین امامین عسکری اینه که در بین گنبدهای اماکن مقدس در جهان اسلام عنوان بزرگترین را به لحاظ ابعاد به خود اختصاص داده، 1200 متر مربع مساحت دارد فقط گنبدها، که برای ساختان بیش از 26 هزار خشت طلا به کار رفته است. ذریح امام حسین یادتونه که 5 سال طول کشید، 4 سال نیم طول کشید تو قم ساختن، بعد شهر به شهر بردن گردوندن و بردن سال 91 بردن کربلا. در ساخت ذریح جدید که بیش از 12 تن وزن دارد، 6050 کیلو چوب ساج تهیه شده از جنگل‌های برمه، 4600 کیلو نقره، 700 کیلو مس، 450 کیلو استیل، 100 کیلو آهن و 118 کیلو و 650 گرم طلا به کار رفته است. بالای 118 کیلو هر کدوم از این اقلام ذریح سید شهدا علیه السلام خرج سالانه چند صد هزار خونوار رو جواب میده. افزایش 21% حقوق کارگران در حالی است که امسال که نرخ رسمی تورم نقطه به نقطه در ایران 63% اعلام شده رسما و محمد باقری بنایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید خط فقر در تهران به 30 میلیون تومان رسیده و در شهرستان ها نیز با اختلاف 20% حدود 24 میلیون تومان است، بنابراین یک خانواده با 2 شاغل هم نمیتواند از پس هزینه های حداقل زندگی برآید. پدر مادر هر دو کار بکنن نمیتونن پس زندگی، خودشون میگن و خون خرجا رو اونجوری میکنن.